قیمت کجا بود؟ پروداکت پرایس. پروداکت پرایس رو هم میاریم اینجا. درست شد. منتها این مثال های ایراد داره. ما دیت هایی رو آوردیم، این کار رو نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون دیت هایی رو آوردیم که ارتباط بین دو جدول وجود نداره. بین پروداکت و کاستومر ارتباطی وجود نداره. ما هر کاری میکنیم باید با اوردرز انجام بدیم. اینجا خب اینجا هم میتونیم حالا متفاوت بزنیم. خب حالا میانگین تعداد خرید هر مشتری رو آوردیم، اما میخوایم اینها رو بر اساس بازه زمانی نشون بدیم و میخوایم زمان رو بتونیم خودمون انتخاب کنیم. این به چه شکله؟ حالا این مثاله خیلی ساده است. یه ذره تعبیر مثاله نموداره تو در تو اینها رو میخوایم روزهای سال رو ببینیم رشد فروشمون چقدر بوده؟ آیا رشدمون رو به صعود بوده یا رو به نزول بوده؟ چارتمون رو اضافه میکنیم. اینجا میگیم ستون بی ردیف دو، آه ردیف 15 برمزه. خب به مدر بسیم بیاریم. آره خب ما بر اساس تاریخ میخواییم میانگین فروش رو داشته باشیم، یعنی چقدر فروشمون رشد داشته. تاریخ کدومه؟ order date میاد بعد. تعداد فروش کدومه؟ continuous. میخواییم رشد رو ببینیم، میایم راست کلیک کنیم change type نمودارهای. معمولا این تیپ نمودارها بیشتر در واقع مناسبتن برای اینجور نمایش اطلاعات. خب الان اینجا مشخصه که رشد نموداری ما اینجا خیلی رو به رشده. حالا دیتا که اطلاعاتمون خیلی بیشتر باشه خیلی شرایط بهتری رو به ما نشون میده. ببینید الان تو این تاریخ و تو این تاریخ اما این مثالی که الان گفتیم یه مثال خیلی ساده بود که در واقع بتونیم نحوه ارتباط بین جدولا رو اینجا بگیم. من الان میخوام تو این مثال لیست محصولات رو هم نشون بدم. دیگه نمودار نمیخوام بذارم، میخوام لیست محصولاتم رو اینجا نمایش بدم. این رو باید به چه شکل پیاده کنیم؟ میایم تو این قسمت گزینه پیوت تیبل. پیوت تیبل ها جداولی هستن که به شکل ماتریسی اطلاعات رو نمایش میدن. یعنی چی؟ ما کلا تو گزارشات دو نوع گزارش داریم. گزارشات ستونی، همون چیزی که تو بحث ریپورتینگ هم گفتیم اینجا داریم میگیم، مثلا نام، شهر، آدرس و اطلاعات افراد زیر ستون ها میادش. گزینه بعد جدول ماتریسی، یعنی هم ستون داریم ما هم تو ردیف هامون باز گروه بندی داریم. مثلا شهر تهران در سال فلان چه افراد داخلش بوده. من پیوت تیبل اینجا میگیم از ستونه کا ردیف 18. خب این پیوت تیبل ماست.
الان تو این پیوت تیبل من میخوام لیست محصولات رو داشته باشم. ما اینجا یک رو داریم، یک کالم داریم، یک ولیو. کالمز ما سرستون های ماست، مثلا میتونه نوع محصول باشه، رو ما در واقع همون حالت ماتریسی جدول ماست، در واقع تقاطع یک ردیف و یک ستون رو اون سلول باید دیتای مشترک بین این دوتا باشه. مثال رو بهتر میکنه، ما میخواییم ببینیم چه مشتری از چه محصولی چه تعدادی خریده. درست شد؟ یعنی تعداد دیتای ماست، مشتری و محصول میتونن یکی ستون ایگرگو یکی ستون ایکس ها باشه. ما به محصولات پروداکت نیم رو میگیریم رو حالت کالمز، اینجا قرار گرفت پروداکت یک تا چهار، اینجا مشتری کاستومر نیم رو حالت رو قرار میدیم، نام مشتریان رو. حالا چی خریدن؟ ولیو چی باید باشه؟ تعداد خریدشون چند تا بوده؟ orders order count. این جدول خیلی خیلی ساده است. الان میگه علی از محصول شماره یک، ببین پروداکت یک، این ستون با این ردیف، علی محصول شماره یک رو 10 تا گرفته، شماره دو خرید نکرده، کلن هم خریدش 10 تا بوده. رضا محصول شماره یک 14 تا خریده، شماره دو رو 12 تا خریده، کل خریدش 26 تا بوده. حالا اینجا گراند توتال، جمع کل خریده چقدر بوده؟ جمع کل فروش محصول شماره دو چقدر بوده و محصول شماره یک چقدر بوده؟ یعنی شما با یه نمودار اطلاعات خیلی جامعی رو میتونید با یه ویو از یه نمودار از یک جدول به دست بیارید. اما تو این قسمت ما از دیتا هایی که داخل خود شیت های اکسل بود استفاده کردیم. ما با استفاده از پاور پیوت میتونیم به انواع بانک های اطلاعاتی متصل بشیم و دیتا های اونها رو به شکل های مختلف به صورت آماری و نموداری نمایش بدیم، بدون اینکه دیتا بخواد داخل شیت های اکسلتون از قبل تعریف شده باشه. این به چه شکله؟ من یک شیت جدید ایجاد میکنم، میرم سراغ دیتابیس نورسفین. اگه یادمون باشه دیتابیس نورسفین یک جدولی داشت به نام کاتگوری و یک جدولی داشت به نام پروداکت. اینجا دیتابیس داشتیم به نام نورسفین با عنوان سمپلمون، دیتابیس نورسفین جدولی داشت کاتگوری و یه جدولی داشت پروداکت. تو پروداکت ما یه ستون داشت به نام کاتگوری دیگه، کلید خارجی داشت، خارجی داشت به کاتگوری آیدی جدول کاتگوری. خب ما همین ساختار رو می‌خوایم در واقع به صورت نموداری داخل پاور پیوت نمایش بده. الان مسئله یکی هستی دیتای ما اینجا داخل اسکیو سرور، ما میم داخل اکسل، ما دیگه با شیت هامون کار نداریم، تیبل های ما جای دیگه ای ذخیره شده. پاور پیوت میم گزینه منیج، اینجا گزینه داریم به نام گت اکسترنال دیتا. انواع دیتابیس ها رو ما داریم، اگه بیان تو فرام other data source
ببینید به انواع دیتابیس های مختلف ما دسترسی داریم. دیتابیسی که الان ما باش سر کار داریم SQL Server. Next. خب سرور نیممون local host backslash point آیدنتیکیشنمون تو دیتابیسمون انتخاب میکنیم چه دیتابیسی بود؟ تست کانکشن درستی تست کانکشن اوکی نیکست. خب دوتا گزینه داریم اینجا. اول اینکه میگه که شما میتونید تیبل هاتون رو انتخاب کنید و ایمپورت کنید داخل دیتا مدل. دوم اینکه میتونید با یه کوئری این کار انجام بدید. کوئری یه مزیتی داره، اینه که شما میتونید یه کوئری بنویسید که دیتا های مدیتا در واقع جوین های مختلف بینید تیبل های مختلف رو هم داخلش بیارید، یا اینکه دیتا هایی که میخواین ایمپورت کنید شرط های مختلف داشته باشه، کاستومایز شده باشه. فعلا ما از همین سلیکت تیبل استفاده میکنم. خب لیست تیبل های من اینجا اومد، تیبل ها و ویو های من، اینا تیبل هم اینا ویو هم، آیکون هاشون متفاوت. کاتگوری رو میخواستیم و پرودکت. اینجا یک گزینه داریم سر ریلیتد تیبل. تمام تیبل هایی که با هم ارتباط کیید و خارجی کیید اصلا دارن همه رو میتونه انتخاب کنه، ولی ما اینجا فعلا همین داده تیبل رو میخواییم داشته باشیم. فینیش. اوکی سکسسفول. اینجا الان تیبل های ما بودیم یک کتگوریست تو پاور ویو، یک پرودکت که اگه بیم دراگرام ویو اینجا اون ریلیشنی که توی داخل خود دیتابیس بود اون ریلیشن رو هم اینجا هم برای ما آورده. اگه روش که در واقع با مصرحی سیوی کلیک کنیم اینجا ستوناش مشخصه، یعنی یک ابزار کاملا هوشمنده.